باشگاه ورزشی پرسپولیس متعلق به شرکت CRC در دی ماه 1342 به دست علی عبدو در اوین و جاده قدیم شمیرانات بنیانگذاری شد. این باشگاه اصلا در بولینگ و چند ورزش دیگر فعال بود، همون بولینگ عبدو و یه تیم فوتبال در دسته دوم تهران داشت. در آن سو و در تاریخ 18 تیر 1346 باشگاه شاهین در دهه 1340 بازیکنان زیادی در تیم ملی ایران داشت و در میان مردم محبوب بود. به دستور سازمان ورزش و تفریحات ایران رسما منحل شد. با رایزنی عبدو با پرویز دهداری مربی شاهین و مسعود برومن سرپرست شاهین، بیشتر بازیکنان باشگاه شاهین به پرسپولیس پیوستند و باعث شهرت و محبوبیت اون شدند. دهداری مربی و برومن سرپرست پرسپولیس شدند و باشگاه تونست در مسابقات رده بندی دسته های کشور در گروه خودش اول بشه و به بالاترین دسته لیگ فوتبال ایران راه پیدا کنه. اونها در مسابقات قهرمانی آسیا، مسابقاتی که میان تیم‌های ایرانی برای شرکت در جام باشگاه‌های آسیا برگزار شدند، قهرمان شدند و به عنوان نخستین نماینده ایران به جام باشگاه‌های آسیا رفتند. لازمه که ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما با خبر بشین. لایک و کامنت فراموش نشه. تا الان متوجه شدید تاریخچه فوتبال باشگاه پرسپولیس؟ در سال 1348 محمود خیامی، مدیر کارخانه ایران ناسیونال که از هواداران شاهین بود، تصمیم گرفت برای تبلیغ خودروی تازه تولید خودش پیکان از بازیکنان پرسپولیس استفاده کنه و پس از امضای پروتکل همکاری با عبدو، بازیکنان پرسپولیس به شکل دست جمعی به باشگاه پیکان کوچ کردند و با این تیم تونستن که به مقام قهرمانی جام باشگاه‌های تهران در سال 1348 دست پیدا کنند، در حالی که پرسپولیس در جایگاه 11 قرار گرفت. یک سال بعد بازیکنان به پرسپولیس بازگشتند و تحت رهبری حسین فکری پس از تاج در جای دوم جام باشگاه‌های تهران در سال 1349 قرار گرفتند. در همین سال دست پرسپولیس از جام منطقه‌ای هم کوتاه بود. دهه 1350 تا انقلاب. در سال 1350 پرسپولیس تحت مربیگری آلن راجرز در دومین دوره جام منطقه‌ای خودش قهرمان شد. در این سال پرسپولیس با 13 پیروزی و یک شکست از 14 بازی جام منطقه‌ای ایران در سال 1350 به نخستین قهرمانی تاریخ خودش رسید. یک سال بعد عبدو اعلام کرد باشگاه پرسپولیس حرفه‌ایه و بازیکنانش فقط در بازی‌های حرفه‌ای شرکت می‌کنند. بنابراین بازیکنان به دو دسته تقسیم شدند و عده‌ای در تیم حرفه‌ای و عده‌ای در تیم آماتور عضویت پیدا کردند. در اون سال‌ها مسابقات فوتبال کشوری در ایران برگزار نشد و پرسپولیس که در جام باشگاه‌های تهران در سال 1351 با تیم آماتورهایش شرکت کرده بود، در میان 16 تیم در جای 11 قرار گرفت. در آن دوره پرسپولیس در باشگاه اختصاصی خودش موسوم به ورزشگاه آپادانا تمرین می‌کرد و عبدو برای فعال نگه داشتن تیم اصلی باشگاه‌های صاحب نامی همچون ساو پائولو و چلسی رو برای بازی دوستانه به تهران آورد. اما در سال 1352 به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های فوتبال حرفه‌ای در ایران و اعتراض خسروانی به آتابای، رئیس وقت فدراسیون فوتبال ایران، عبدو پس از فروش باشگاه فعالیت حرفه‌ای پرسپولیس را منحل کرد. پرسپولیس در این سالها کم کم از مکتب شاهین فاصله گرفت. جام تخت جمشید در سال 1352 بازگشایی شد. در 5 دوره‌ای که از این جام برگزار شد، پرسپولیس همواره از بهترین تیم‌ها بود
و به دو قهرمانی در سال 1352 و 1352 و سه نایب قهرمانی در 1353، 55 و 56 رسید. جام تخت جمشید در سال 1357 نیز در حالی انجام شد که با روی دادن انقلاب نیمه کاره موند. پرسپولیس در این جام با یک امتیاز کمتر از شهباز دوم بود. پرسپولیس تا پایان جام تخت جمشید پر افتخارترین تیم باشگاه فوتبال ایران بود. پس از انقلاب و دهه 60. پس از انقلاب باشگاه تحت تأثیر آن قرار گرفت و لیگ کشوری فوتبال ایران منحل شد. بسیاری از بازیکنان به تیم عضو شدند، اما توانستند در جام شهید اسپندی در سال 1358 قهرمان بشند. با آغاز جنگ ایران و عراق و دهه 1360 لیگ فوتبال سراسری ایران همچنان تعطیل بود تا سال 1368 که جام قدس برگزار شد و پرسپولیسی ها تنها در جام باشگاه های تهران شرکت می کردند. این باشگاه در 10 دوره برگزاری این جام در دهه 60 به 7 قهرمانی و 2 نایب قهرمانی دست پیدا کرد. در سال 1366 پرسپولیس در کنار قهرمانی در جام حذفی تهران و جام باشگاه های تهران موفق به کسب اولین قهرمانی خودش در جام حذفی ایران شد تا در یک سال 3 جام بگیره. و اما دهه 70. دهه 70 برای باشگاه موفقیت آمیز بود و با یک قهرمانی در جام برندگان جام آسیا آغاز شد. پرسپولیس در 10 دوره جام آزادگان شرکت کرد و به 4 قهرمانی و 3 نایب قهرمانی دست پیدا کرد. این باشگاه در این سالها از پایه‌های اصلی تیم ملی فوتبال ایران بود. تا جایی که در جام جهانی 1998 فرانسه 9 نفر از 22 بازیکن ایران در آن زمان عضو این تیم بودند. پرسپولیس در این دهه به 2 قهرمانی جام حذفی و 3 بار سومی جام باشگاه‌های آسیا نیز دست پیدا کرد. دهه 80. با آغاز دهه 80 لیگ برتر فوتبال ایران راه اندازی شد و پرسپولیس در نخستین دوره آنها قهرمان شد. فصل بعد پرسپولیس از نخستین دوره لیگ قهرمانان آسیا حذف شد و در لیگ نتایج خوبی نگرفت. این سالها آغاز دورانی بود که سالنامه رسمی باشگاه آن را دوران جدال با بحران نامیده است، تا جایی که پرسپولیس حتی مقام نهم لیگ را هم تجربه کرد. در فصل بعد پرسپولیس پس از 6 سال دوری از جام در جام خلیج فارس در سالهای 1386 تا 87 به قهرمانی رسید. پرسپولیس با برد در هفته پایانی 86 و 87 برابر سپاهان پس از 6 سال نخستین قهرمانی شد به دست آورد و این دهه با 2 قهرمانی متوالی در جامهای حذفی 88، 89 و 89 و 90 به پایان رسید. و در دهه 90 هم خوش درخشید. مرسی که تا اینجا با ما بودید و امیدواریم که از این برنامه لذت برده باشید. ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما با خبر بشید. لایک و کامنت فراموش نشه. تا درودی دیگر بدرود. در دهه 90 در برنامه‌های بعدی درباره پرسپولیس با شما خواهیم بود.